درود خدمت همه شما همراهان عزیز، یک روز دیگه شد و با کتاب رازگاهان در خدمت شما هستم. عبرانیان 9 آیه 27 می‌فرماید مردم را یک بار مردن مقرر است. مطمئن ترین شغل و حرفه کار کفن و دفنه. هیچ وقت حالا بهش فکر نکرده بودم، چون همیشه باقیه، در حالی که کارهای دیگه ممکنه روزی متوقف بشن. ممکنه که هیچگاه در زندگی وارد یک مغازه جواهر فروشی و یا سالن نمایش نشده باشیم، اما در مورد مرگ تردیدی نیست که روزی خواهیم مرد. اما سوال اینه که با مرگ چگونه مواجه خواهیم شد؟ جولیوس سزار در نهایت سرخوردگی و سردرگمی مرد. پسرخوانده‌اش جزو قاتلین وی بود. آخرین گفته برجسته او چنین بود: بروتوس، تو هم؟ گوته گفت: نور بیشتر، چیزی که قبلا آن را نجسته بود. آخرین تقاضای اسکار وایلد این بود: لطفاً شامپاینی بیاورید. و اضافه کرد: همان گونه که زیستم، همان گونه نیز میمیرم، یعنی فراتر از امکاناتم. ناپلئون در حال هذیان فریاد زد: خدای من، ملت فرانسه در حال رهبری سپاهیان. ریاضیدان مشهور لاگنی 36 ساعت را در سکوت در بستر مرگ به سر برد و هنگامی که عزیزان او با وی صحبت می‌کردند واکنشی نشان نمی‌داد. اما وقتی که یکی از آشنایان از او پرسید: آیا هنوز می‌دونی که 67 به توان 2 چقدر می‌شود؟ ریاضیدان در حالی که لبخند به لب داشت گفت: 4489. و چشم از جهان فرو بست. کارلایل در حال مرگ گفت: پس مرگ این است؟ چه نیکوست. آخرین کلمات شاعر آلمانی هاینه چنین بود: گلها طبیعت چقدر زیباست. وی در مورد خالق نمی اندیشید. نویسنده فرانسوی رابله پیش از مرگ گفت: پرده را بیاندازید، کمدی به پایان رسید. آخرین کلمات عیسی چنین بود: ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. لوقا 23 آیه 46. هنگامی که در زندان بودم تصمیم گرفتم که اگر در لحظه مرگ هوشیار باشم، آخرین کلمات من چنین باشد: عیسی و بینزی، نامی که خطاب به همسرم به کار می بردم. مسیحیان دلیل مرگ را می دانند و اطمینان دارند که در آن سو محبت انتظار ایشان را می کشد. تا حالا به این موضوع من هیچ وقت فکر نکرده بودم که اگر در آخرین لحظه مرگم هوشیار باشم چه کلمه ای رو به زبان خواهم آورد، ولی فکر میکنم، کامنت میکنم، شما هم نظرتون رو بدین، فکر کنین که آخرین کلمه ای که دوست دارین بگین چیه. امیدوارم که سالها زنده باشین و در سلامتی قدم بردارین. مرسی که همراه هم بودین. تا فردا، خدا نگهدارتون.